قیافت که بیشتر میزنه ولی 34-35 سالته. قصه نباشی واقعا. وایسا تو بقیهش رو بگم. تنها زندگی میکنی، خیلی تنها، واسه همینم دلت یه همزبون درست حسابی میخواد که چهار کلمه باش حرف حساب بزنی. همه اینا رو کف دستم نوشته. نه بابا، با اونانا فالگیر بودن جفتشون، ارسیه. ایشیتون. تو که همین الان گفتی من خیلی تنها. آره نمیدونم، اما زنه هستی که کف دستته. ای خب خیلی کم رنگی ها، انگار نیست اصلا. شاید هم عاشقش بودی و به جواب رد داده. بکنم از دستت فراریه با این اخلاق رفتار نکرد، درسته؟ آه چی شد؟ چرا دستت میلرزه؟ این دستا کارگریه، نمیلرزه. نه بابا، زحمت کش. ورزشکاری؟ ورزشکارم بودم تا 24-25 سالگی، ورزشم میکردم. چی؟ تکواندو. اوه، قشنگه. هی بابا،
تو هم دو سال آزگار صبح تا شب تو شلوغ پلوغی و دودادم و ترافیک این شهر مسافر بالا پایین کنی و با هزار جور آدم سر کله بزنی اعصابت ضعیف میشه، دستت که هیچی، دلت هم میلرزه. چی میدونی تو از من؟ من سب کن بزن خودم از بزنم. بایسا تو بگو، نمیذاری بگم که بابا دستتو بیا بلم کن بابا چرت و پرت بگو. بیزو اصلا خوشم نیومد. چی شدی؟ هیچی. ببین به توصیه میکنم هیچ وقت ازدواج نکن. چطور؟ خاطر اینکه از اون مردایی هستی که پدر زن رو در میارن. حالا خودت هیچی، دلم حالا اون بدبخت میسوزم. اینا رو هم کف دستم خوندی؟ زن با سهل زندگی باشه، فقط بشینه تو خونه بشوره و بسابه و بپزه. وقتی هم که سگرمه های مردش رفت و هم تن و بدنش بلرزه. بچی غیر از این باشه میگه مغز خر خوردم برام زن بگیرم، زحمت اضافه. خیلی بیادبی. پس بشین تا یه همچین زنی گیرت بیا. رو من یکی که اصلا حساب نکن. من زن تو نمیشم اصلا و ابدا. نه بابا نرو خدا. سوال ازت میپرسم، فقط جون مادرت یکی درست جواب بده. ای بابا چقدر تو سوال میپرسی از آدم؟ جدی جدی انگار 10 سال بهش که حرف نزدی ها. فقط همین یکی آخرش. خیلی خوب بپرس، فقط زیاد سخت نباشه. ببین نظرت در مورد عشق چیه؟ این خیال بابا عشق گیلی چنده؟ نه خم جدی پرسیدم. جدی پرسیدی؟ جدی که جدی 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 مارا جدن ها عشق کلو چنده؟ یعنی چی؟ به جون خودم مسخره بازی در نمیارم، راست سکی خندم میگیره. یعنی میدونی وقتی آدم ها از این فازا برمیدارن، از این حرف های مزخرف میزنن، یه کاری از دستم برنمیاد جز اینکه بخندم. عشق و از خودگذشتگی و وفا و لیلی و مجنون و اینا چیه بابا؟ کشک دروغه، خودشون هم نمیفهمن دارن دروغ. ولی من آدم هایی رو میشناسم که عاشق هم بودن تا آخرش هم عاشق هم موندن. اینو که دیگه نمیشه بگی دروغ. میشه، من میگم دروغه. همین دونه یه فرقی داره، بعضی ها زود میفهمن دروغ گفتن، بعضی هم تا آخر عمرشون نمیفهمن دروغ گفتن، فکر میکنم عاشق بودن. با همین سادگی. از کجا اینقدر مطمئنی تو آخر؟ من اولا فکر میکنم که عشق هست، ولی نباس من مثل بالا شهری هست. اصلا گیریم یارو عاشق زنش، روزی هزار بارم بهش میگه دوستت دارم، وقتی نتونن شکمشون رو سیر کنن دیگه عشق میمونه؟ فقط فرش و بد و بیرایی که حواله هم دیگه میکنن. اصلا دیگه نمیخوا ریخته همو ببینم، عشق نمیمونه که. ما یکی باید بهشون بگه چی شد پس؟ عاشق هم بودین که، قول داده بودین قانع باشین نون و عشق بخورین که، چی شد پس؟ بعدنا فهمیدم که عشق تو بالا شهرم هم همینقدر آبکیه، تازه اگه بدتر از این نباشه. همینجا نگه دارم، من پیاده میشم. اینجا زندگی میکنی؟ نه اینجا یه کاری دارم. ای بابا پس من دیگه چجوری ببینم شما رو؟ واسه چی میخوای پیدام کنی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه برو دنبال زندگیت، دستت هم درد نکنه، برو آدم شو.
خانم زندی، تشریف بیارید. ازت اصلا اون موبایل تو جواب میدی؟ ببین امشب یه دوره همی داریم خونه ما، قراره بهتره کنیم. آره بهتره کنیم، باشو بیا بیا، میخوایم حسابی خوش بگذرونیم. بله چه خبره بابا، کله زور پاشی اومدی به مهمونی؟ اما من هنوز آماده نیستم. بیما وایسی ها باش باش وایس حرف نزم اومدن. خداحافظ.
نگیر خانم. سلام، خوش اومدین. بفرمایید. خیلی ممنون. سلام، سلام بابا، این قربونت برم الهی. سلام از جد دل بابا. سلام. سلام علیکم. رسیدن بخیر. رسیدن در نکنه زحمت کشید. آقا جون چی آوردی؟ ای وای، یادم رفت براتون چیزی بیارم. ای بابا، خب یادم رفته چیکار کنم؟ اول سر کن ببینم. بابا بزرگو چند تا دوست داری؟ شما؟ نه هزار تا آفرین. تا چند بلده بشموری تو بگی؟ ده هزار تا. هزار تا نه، بس قبول نیست. تو کدوم جیبمه؟ اون. از کجا فهمیدی تو هر دو تا شکلات شیطونه؟ یکی برای تو، یکی برای تو. بری ببینم. بفرمایید. بفرمایید، بفرمایید. بچه ها به خودتون نمالینا، لباس براتون نیوردن. آقا جون تو رو خدا به اینا کاکاو ندید، براشون خوب نیست. هیچ طورشون نمیشه بابا. بخور عزیز دلم، بخور این نوش جونتون. به به، ماشالله ماشالله، تیپو داری گلی خانوم. خوبه به میاد همونی که گفتم دادم دخترم. حرف نداره، البته خوبی از خودتونه ها. خبریه به سلامتی؟ چرا که نه، شما ماشالله خودتون خوش تیپین، خیالتون راحته. میخواین منو بندازین جلو پری خانم که به لباسام گیر بدم؟ نه ترسیم بابا، اون دیگه عوض شده. ای بابا تازه رفته درس تیپ و قیافه هم خونده. درس تیپ و قیافه. چی دارین میگین بی خودی واسه خودتون؟ اون بنده خدا تو حالا به کی گیر داده که این دفعه دومش باشه؟ بفرم. دست درد. کیوان که میاد؟ نمیدونم بابا. خیلی بهش تماس گرفتم جواب نمیده. خب حتما نمیخواد بیاد دیگه. باز شد. چی؟ دارم چک میکنم ببینم پرواز کی میشینه. بابا باز چی شده؟ اون حرفای همیشگی. من اصلا نمیفهم چی تو کله این بشر میگذره. میگم خودت یه زنگ به کیوان بزن ببین میاد فرودگاه. چشم. خب تأخیرم نداره. یه ساعتم طول میکشه از سالن بیاد بیرون. خب ولی بالاخره ما باید سر ساعت اونجا باشیم دیگه. حالا جان مثل که دلتون حسابی تنگ شده ها. آره والا. خب تو این مدت یه سری بهش میزدین؟ هم فال بود هم تماشا. جواب نمیده. شما کی باش حرف زدین؟ صبح بیدارش کردم بلنش صبحونه بخوره. داد فریاد چرا من از خواب بیدار کردی؟ من در مغازه نمیام. میگم بابا یه صبحونه تو بخور. کی گفت بیا در مغازه؟ لابد باز دیشب دیر خوابیده. حالا اگه رفقاش بیان دم در زنگ بزنن. صورتش شسته نشسته وسط خیابونه. ولی باباش عسل دهنش بکنه توف میکنه. نه دیگه بابا اینجوریام نیست. شما جفتتون به هم دیگه حساس شدی. یه ماهیه داره بهانه میگیره که من میخوام مستقل بشم. آخه بگو پسر تو ممر درآمدت کجاست؟ چطوری میخوای مستقل بشی؟ میخوام مستقل بشم، مستقل بشم. حالا ویل کنین این حرفا رو امروز. هممون خوشحالیم دیگه، شگون نداره به خدا. آره والا. فرخاله تو داره از خارج میاد، بی خیال شما این خلوچه رو نرو مهمونی. بابا تو چی کار داری؟ دختر خاله چی فرار نمی کنه که این مهمونی رو نیاد باخته. همچی میگه مهمونه اینگاه طول دور اروپا ساته. عزیزم واسه این رفیق پاستوریزه ما که خونه خاله و دایی و عمو اینا رو رفته این مهمونی کب داره از دور. بطک میخواد. بطک بریم. مراقب خودتون باش. ببخشید ما مهمون واحد دو هستیم. باز این یارو شروع کرد. شناختیش؟ کیو؟ پسر حسین آقا رو. کدوم حسین آقا؟ حسین آقا مایی فروش. حسین آقا خودمون؟ آره بابا یادت نیست؟ هفته پیش رفتیم مایی بخریم تو مغازه با هم دعواش میشده بود. بابایی که آدم درست حسابیم به سر اینجا چی کار میکنه؟ باشه خدا باشه. بچه کریم آقا فرشید چطوری؟ خوبی؟ سلام، خوش اومدیم. بفرمایید بفرمایید.
بله. مای. سلام عمو جان. بابات رفت؟ اینجاست. بگو وایسا من میام الان کارش دارم. سلام. چطوری؟ سلام. حبیب جان سلام. سلام علی. حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ قربانت. من خودت نمیای فرودگاه؟ نه کار دارم باید برم. کار نداری؟ بیا بریم، پریام خوشحال میشه ببینده. خوشحال میشه؟ بیشتر معذب میشه منو ببینه. حرفا چیه میزنی؟ بالاخره که چی؟ همین الان حسین آقا و خاله نعیره گفتن بیام بهت بگم که تو هم شب بیای. حالا بسه وقت زیاده، بسه وقت دیگه. حواست به بچه ها باشه. هرجو خودت سلام. ریزه علکی خوشی ها. بس چی؟ اگه چند سال زندگی تو از فردای خود خبر داری؟ اومدیم همین امشب تو مهمونی یه بلایی سرت اومد نتونی از فردا خوش باشی. حیف نیست؟ با کی خوش باشم؟ با این جماعت؟ با اینا که آدم احساس میکنه احمقه. ببین تو ازم بلد نیستی خوشحال باشی. دانشجو قبول شدن تو یه هفته افسرده شدی افتادی کنج خونه. آخه رتبه صد رقمی حسابداری قبول شدن خوشحالی داره؟ کارت پای خدمت چی؟ یه شیرینی به ما دادی؟ بچه جون گیر دادی به ما. برو حال تو بکن دیگه. شیرینی هم میدم. مشکل شیرینیه، شیرینی هم بهت میدم. برو. دیوونه من، مشکلم شیرینی نیست که. مشکل من اینه که تو واسه حال کردن و زندگی دنبال چیزای عجیب غریب میگردی. من بهت میگم آقا اون اتفاق عجیب غریبه نمیفته. باید بلد باشی با این چیزای کوچولو موچولو واسه این آدم حال کنی. اصلا حماقت که نیست، چیه؟ عین عاقل بودنه. شما چرا اینجایی؟ بابا احساس غریبی میکنه. نه بابا طوری نیست، خودت سرم درد میکنه. خب منم یه گوشه بشینم و همه رو نگاه کنم سرم درد میگیره دیگه. اسم شریفه؟ کیوان. منم کاپتان بهروز هستم، خلبان مجلس. ببین من حال نمیکنم کسی تو مهمونی من بهش خوش نگذره و پرواز نکنه. یا غریبی نکن، خودم میدم دست بچه ها شارژت کنم. نه نه بابا نمیخواد، بابا نمیخواد. بروز جون کیوان صف کیلومتر اینگه زکی. ما که رفتیم تهکا، مسافر ها منتظر هست. دکی جون خوش نگذارم. بسی بابا نیمه کیوان، تو منو ببرم از بشین خوشحالی کردن رو یاد بگیر. آقا فرشید
چی؟ خوبی گلی؟ قربونت برم سلو؟ منتظرم میاد الان بابا جان من الان یک ساعت رفته دستشوی نایمده بیم چی بهش بگم؟ خب کار داره دیگه حتما نه حالا تا بیاد چند دوناشو بگیره ما هم رسیدیم بلن خود دوست سهیل جان عمو مامانت اومده ها نمیخوای بیای؟ چی کار داری میکنی؟ اه خب من کار دارم دیگه بله بفرمی میگم بگو زیادش کنه کاپیتان چی میگی؟ اتاق داری اتاق خالی؟ واسه چی؟ به تو چه مگه فضولی؟ بس از تو رگی رو روزی سه بار ترک میکنی دوباره شروع میکنی؟ نه جیده خودم یه کوچولو الان لازم برو تو اتاق خودم درش قفلی؟ نه اون که قفله تویی کلیدشم بالا دره برو جیبون به من بگو چته بریم آب میخوام آب میخوام ایسان بیه چیزم بیه چنا برو چنا آقا بزن
که حالا هر روز تلفنی داری با هم صحبت می‌کنی. آره والا تلفنی که نمیشه اینجوری بغل کرد. ای جون دلم، سلام سلام، رسیدم به خیلی سوهیلم، سلام، بیا بقلم برمو اب نده مریض میشم باشیم دیگه، مامانتم تحویل نمیگیری؟ حالا را بیافتید بریم اینجا که مناسب نیست، بریم. اما علیرضا، من ماماشین شما میام. بفرمایید. چته؟ بیا بریم دیگه رام هستم، چرا دیوونه واسی در میاری؟ جیوان، جیوان بریم کرا ببینم شش شده این قصر رو صدا میکرد از من میپرسی از این رفقه آشوار رو به موسیقی شارجش کرده بشین بابا این قهوزی واسی در نارو جلو این اومده بچه ها بریم بریم حال کنی پرواز کنی این این چیشی فقط پشه نگردش زده بریم ببریمش بیمارستان ببینم تو دیوونه شدی با این حالش ورش داری ببریمش بیمارستان اون وقت اگه زنگ بزنه پلیس بیاد چه غلطی بکنی نه میگیره میشه نه ترسی هیچیش نمیشه من خودم درستش میکنم گفتم که نه ترس بلندش کن ببریمش تو اتاق بلندش کن آخه آقای احمدی نصف شبه نمیشه که هر شب هر شب برو زابرا کنه میخوام زنگ بزنم صد و ده بله کاملا درسته مام خسته شده فقط اگه ممکنه یه ساعت دیگه صبر کن فقط به خاطر شما یک ساعت دیگه صبر کنم اگه قطع نکنن زنگ میزنم آم به تو چیزی نگفت؟ نه خب پس چرا مامانو بغل نکرد؟ گفت که سرما خورده بود داری راستشو میگی؟ ول کن مامان بچه رو چند سال نبودی بچه غریبی میکنه چه انتظاری داری دیگه؟ خودت چی؟ تو خوشحال شدی منو دیدی؟ آره خیلی آره بگیرم من منم خیلی خوشحال شدم تا
دلم براتون یه ذره شده بود. کلی سوغاتی های خوب برات آوردم. مامان جان دست در نکنه، ولی من سوغاتی نمیخواستم، من خودتو میخواستم. چیه نصف شبه؟ بده ببینم. الو بله؟ این چش بود؟ بنده خدا پریا حسابی حالش گرفته شد. میشنوه؟ خیلی سرتقه. چی؟ میگم خیلی سرتقه. خب به باباش رفته دیگه. حسین آقا راه نما زده. وایسا ببینیم چی شده. چی شده حسین آقا؟ چیزی نیست. بچه ها برن اون ماشین، من یه کاری پیش اومده باید برم. چرا بابا؟ باید برم دنبال کیوان. جواب نمیده. اتفاقی افتاده مگه؟ نه یه تصادف کوچیکه، بعد برم زود بیارمش. من با شما میام. آقا اینجوری نمیشه که، اینو ببریمش بیمارستان. نه بابا بیمارستان نمیخواد. دوکی جون پشو یه معاینش بکن دیگه، ببین چشه. دکتر نمیشون؟ نه ولی دست به سوزنش خوبه. بابا من که گفتم که دورشو خلوت کنه یکم بخوابه خودش خوب میشه. میگم چیز اووردوز نکرده باشه. نه بابا. نه بابا بچه شده خوشی زده زیر دلش از خواهر رفته. دوکی جون یه چیزی نداری بهش بزنی این زودتر سر پاشه؟ جون تو من امشب اصلا حوصله مریض داری ندارم. آن داشتنش دارم، نکنم لازمش بشه. آی دوکی لطفا هر کاری دستون برمیاد بعد یکی رو میآوردی مواظب خودت باشه با این دل و جرأته. کیه این بچه سوسول برداشتی آوردیش اینجا؟ الان پشو پشو بریم، آقای دوکی گفته شی باید این تنه باشه. پشو بجام اینجا. چه خبره بابا؟ نمیخواستم جلو خالت و بقیه بگم رفته مهمونی. یعنی مهمونی رفتن کیوان بدتر از تصادفه؟ مهمونی که پلیس بریزه بگیرتشون. آره بله. منظور آقا بهروز؟ بله بفرمایید. در وا کن. شما؟ بچه قطعش کنین. بجنبین قطعش کنین. معلوم نیست کی دمه داره. بجنبین. کاپیتان. کاپیتان اومده. برو گم شو فرود استراری اونجاست. کیه بهروز؟ نمیدونم. این اینجا چیکار میکنه؟ کیه این؟ بابای همین پسر است که حالش بده دیگه. خدا آقا ببخشید شما با کی کار داریم؟ بله؟ میگه میخواد بیاد بالا، خیلی هم قاطیه. بازن کن یا بازن کن رشید. این کی بود با خودت آوردی اینجا؟ واسه من درد سر درست کردی یا؟ آقا من فکر میکنم که شما اشتباه گرفتین. بله اشتباه گرفتم ها؟ نشونت میدم. چیکار میخوای بکنی بابا؟ الو سلام آقا احمدی، ببخشید من دوباره مزاحمتون میشم. من الان پایین هستم جلو در. نه باز نمی کنم. میشه محبت کنید در رو بزنید من بیام تو؟ خیالتون راحت باشه من از شما هیچ حرفی نمیزنم.
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. بابا این سویش دسته باشه، بشین تو باشه. چون من تو چی در رو باز کرد؟ من چه میدونم؟ باشه بابا باشه بابا باشه بابا باشه بابا باشه باشه شدیم به گوش نیومد. ببین تو که جون دمت کرد یه کاری کنی زودتر سر پاشه. باباش الان پشت در، اگه بیا تو بدبخت میشیم. آه چی کارش کنم من نمیدونم، یه غلطی بکن دیگه. بچم زود آه جون ما. کیوان کجاست؟ کیوان کیه؟ ما کیوان نداریم اینجا. کیوان کجاست؟ میگم آقا کیوان نداریم ما. کیوان؟ کیوان؟ برو کنار بیا. کیوان کجایی؟ آقا ما کیوان نداریم اینجا. حالا نشونت میدم. نشونم بدیم. کیوان؟ کیوان! 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 کیوان بابا! کیوان! کیوان! چرا حرف نمیزنه؟ چه بلایی به سرش آوردی؟ کیوان! کیوان بابا! کیوان! چی بهش زدی؟ چی بهش زدی؟ هیچی آقا، هیچی، مال خودمه. ای بابا! کیوان! بلند شو بابا، بلند شو! بلند شو بابا، بلند شو! از اینجا بلند شو، بیا بیرون! بیا بابا! Come on!
سلام خانم، با همسایه بالاییتون کار داشتم، خبر دارین ازشون؟ بکنم نیستم، شبای شما صداشون اومد که رفتم بیرون. یه پیغامی براشون دارم، میخواستم ببینم این پیغام ها میتونم بهشون برسونم. هر پیغامی داری به من بگیم، بهشون میگم، شب حتما میاد خونه. نمیشه آخه، خودم باید بهشون بگم. یه دقیقه اگه در رو باز کنید ممنون میشم. گفتین چه نسبتی باشون دارین؟ خانم چه نسبتی باشون دارین؟ از آشناهاشون هستم. مرسی. با درد عمیق دل من، تو دیدی که مردم چه کردم، تو پیش غرورم نشستی، تو زخمای قلبم رو بستی، تو زخمای قلبم رو بستی.
بستیم. شکل رفتن این روزگار منو تو گریه تنها نذار، منو از آدم ها پس بگیر، منو دست خودم نسپار، منو دست خودم نسپار. تو سایشی مهربون نبود با حجوم این درد، زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد. عاشقت نمیشه، که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره، از هر چی که میترسی اونو سرت میاره. صدا زدم دنیا، نفس کشیدم تو باد، هوای تو اینجا بود منو نجاتم.